بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم اسفند ماه سال 90 در مقایسه با پایان سال 89 به 21.5 درصد رسیده که نشان از افزایشی 9 درصدی دارد با وجود آنکه آمار بانک مرکزی افزایش تورم را تایید می کند مهدی تقوی اقتصاددان روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته بانک مرکزی به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی نرخ تورم را پایین تر از نرخ واقعی اعلام کرده است این اقتصاددان علت افزایش تورم را ناشی از نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کنار افزایش قیمت ارز و سیاست های متناقض بانک مرکزی و آنچه وی سیاست نظریات غیر منطقی در بازار ارز خوانده عنوان کرده در این میان سایت فرارو روز یک شنبه در گزارشی با عنوان موج پنهانی گرانی ارز بر سر سفره مردم ریشه تورم و گرانی را در آنچه یاقیگری ارز و دلار خوانده جستجو کرده و نوشته نابسامانی ارز و ناکارآمدی دولت در کنترل آن ذهنیت تورمی و انتظاری برای مردم ایجاد کرده تا جایی که خانه های مردم تبدیل به انبارهایی از کالا شده در همین حال روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود از گران شدن نرخ دلار و رسیدن قیمت این ارز به 1905 تومان خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه عبور دلار از مرز 1900 تومان این احتمال را قوت می‌بخشد که دلار در روزهای بهاری دوباره به سیر سعودی خود ادامه دهد این در حالی است که خبرگزاری مهر روز یکشنبه دلار را عامل گرانی و حتی کمیابی کالا در بازار میوه اعلام کرد. بر اساس این گزارش با متوقف شدن عرضه دلار دولتی 1226 تومانی به وارد کنندگان موز قیمت این میوه دو برابر شده. پیش در برخی از کارشناسان با پیش بینی ادامه نوسانات در بازار ارز در زمینه گرانی بی سابقه و کمبود احتمالی ناشی از آن هشدار داده بودند. وفا آذربهاری صدای آمریکا